قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز امروز هم برنامه فقه و زندگی هست و سوالای شرعی شما از طریق واتساب یا از راه تماس مستقیم با برنامه میتونید سوالاتون مطرح کنید در حد توان به اونها جواب خواهیم داد تعدادی واتساپ هست از قبل اومده چند تا سوال قبلی هم هست که به اونها میپردازم تا سوالهای تماسهای جدید شما یا پیامهای نوشتاری شما از طریق واتساپ به من برسه بیننده عزیز سوال کردن که سلام علیکم ببخشید یک سوال داشتم من طلا زیاد دارم ولی مرتب ازشون استفاده میکنم میخواستم بدونم با اینکه استفاده میکنم زکات داره یا نه بعضی میگن زکات داره بعضی میگن زکات نداره میخواستم نظر شما رو هم بدونم قبل از اینکه من جواب رو بدم در مسائل فقهی خیلی موارد پیش میاد که تعدد آرا وجود داره رأی های مختلفی وجود داره وقتی گفته میشه رأی مختلفی وجود داره به این معنی نیست که خداوند یا پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام دو تا نظر رو داده اند یعنی فقها با توجه به اسالیبی که دارن با توجه تعاملشون با نصوص قرآن و سنت احکام مختلفی رو استنباط کرده اند بعضیا قول پیامبر رو مقدم بر عملش میدونن بعضیا عمل کرده پیامبر رو مقدم بر قولش میدونند و به خاطر همین میبینی تفاوتی در برداشت ها به وجود میاد بعضی ها عمل به احادیث آحاد رو کنار میذارن بعضی از اهل علم دیگه نه عمل کردن به احادیث آحاد رو مادامی که سندش صحیح و متصل هست رو واجب میدونن و دلیل قطعی میدونند به همین علت تفاوت هایی در آرا به وجود میاد این تفاوت آرا از برداشت ماها و در تعاملی که با نصوص وجود داره در مورد زکات طلای یا زیورالاتی که متعلق به خانم ها از طلایی که برای استفاده شخصی میخرند دو تا رأی مشهور و معروف وجود داره یک رأی رأی جمهور هست که میگن زکات نداره مادامی که طلا برای استفاده شخصی خریداری شده و جزو وسائل شخصی هست همونطوری که یک کسی ماشینی شخصی برای خودش خریده استفاده شخصی ازش میکنه زکات نداره کسی که خونه خرید خودش توش نشسته زکات نداره مغازه‌ای که وسایلی که برای مغازه خریدن میز و صندلی و نمیدونم دیکور و چیزایی که مصرف شده یا خود ساختمانی که درش هستند و داره اونجا تجارت میکنه توی اون مغازه دکونی زده یک مغازه‌ای زده اونجا اون ساختمان زکات نداره چون جزو
و چیزی است که استفاده ازش میکنه. کسی که دستگاهی داره، مثال عرض میکنم، مثلا دستگاه تراش داره، اون دستگاه زکات نداره و اینا چون وسائلن، وسائل زکات نداره، در نتیجه بعضی از اهل علم این رو هم قیاس بر اون کردن که زکات بهش تعلق نمیگیره. اون دست از اهل علم که گفتن زکات نمیدن به این علت است. اما اونایی که میگن زکات باید بدید، برمیگرده به احادیثی از پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام که توصیه کرده است به دادن زکات. برای تکمیل این صحبت برمیگردم، تماس بیننده رو میگیرم، برمیگردم خدمتتون. آقای امید بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. استاد روی، من قبلا زرد پستی بودم ولی الحمدلله به لطف برنامه های شما موحد و مسلمان شدم. از وقتی که مسلمان شدم همین صدا و حضرت ابو بکر صدیق و عمر خطاب خب با ترفند هایی میان بعد دیگه صحبت های دیگه میکنن. خب عرض کردم که بعضی از اهل علم میگن زکات نداره به اون دلیلی که عرض کردم، بعضی دیگه میگن زکات داره. پیامبر توصیه کرده به زنان، گفته که به طلاهایی که داشتن گفته های صدقش رو میدید، گفتند که نه، گفته اگه میخواهید این تبدیل بشه به حلقه از آتش جهنم برای شما، پس صدقش رو ندید، ولی اگه میخواهید که این گونه نباشه صدقه و زکاتش رو بدید. که اینها همه حمل شده با توجه به روایت های دیگه که خیلی از زنان بودن طلا داشتن و زکاتش رو ندادن، این حمل شده بر اونی که زکات بهش تعلق نمیگیره. بنده میگم اگه استفاده شخصی میکنید از اون، اون رو برای استفاده شخصی خریدید و اندازه اون، مقدار اون هم یک مقدار متعارف و معمولی هست، زکات نداره. اما اگه مقدار اون زیاده از حد متعارف جامعه خودتون، چون جامعه بشر مختلفه، در یک کشور امکان داره مردم غنی باشن که مقدار متعارف اونها مبلغ مثلا یک کیلو هم متعارف باشه براشون، ولی در جامعه دیگری مثل جامعه ایران امکان داره که 200 گرم هم در اون جامعه متعارف نباشه. مثال عرض میکنم، شاید بیشتر از اینم هست. به هر حال در حدود، اگر شما حدود نیم کیلو طلا داشته باشید استفاده شخصی بکنید، زکات بهش تعلق نمیگیره و اگه بیشتر از اون هست زکاتش رو بدید. عرض کردم برمیگرده به عرف جامعه شما، به چه چیزی زیاد میگید، در اون عرف هست که حکم میکنه که مقدار اون چگونه است. و الا در اصل مادامی که زیاد دارید و از باب احتیاط زکاتش رو بدید. و یا اینکه بعضی از اهلین گفتن که زکات این اون هست که به عاریه میدید، به کسانی دیگری از استفاده کنند. بیننده عزیزی گفتن که سلام علیکم، این سوالی رو پرسیدن قبل زمان جواب داده نشده. میگه بعضی ها بعد از نماز مغرب بیش از 3 رکعت نماز سنت میخوانند. 3 رکعت یا 2 رکعت، حالا من شاید چشمم ضعیفه نمیدونم، بله 2 رکعت، بیش از 2 رکعت، بیش از 2 رکعت نماز سنت میخوانند. آیا حدیث صحیحی در مورد وجود دارد؟ که البته 2 رکعت سنت بعد از نماز مغرب فکر کنم علما اجماع دارند، ولی کسانی که 4 رکعت یا بیشتر از 2 رکعت نماز نفل سنت بعد از مغرب میخوانند چه حکمی دارد؟ ببینید نمازهای نافله چند دسته هستند. مجموعه از اونها بهشون میگن رواتب. رواتب یعنی نمازهایی رو که قبلیه و بعدیه ای که همراه با نمازهای فرض خونده میشه، مثل 2 رکعت بعد از قبل از نماز فجر، 4 رکعت قبل از نماز ظهر، 2 رکعت بعد از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از نماز مغرب و 2 رکعت بعد از نماز عشاء. اینا رواتبن. اینها همون اندازه تعدادی است که عرض کردم، 2 رکعت بعد از مغرب نماز سنت راتبه هست. اما نافله ای که مطلق هست، مقید به عدد نیست، مقید به اسم خاصی نیست، جزء رواتب نیست، خودت هر کسی خواست هر چقدر بخونه هیچ ایراد و اشکالی درش نیست، ولی این رو فکر نکنه که به این نیت نخونه که فکر کنه پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام به شکل مرتب در بعد از مغرب بیشتر از 2 رکعت خوندن یا توصیه کردن. چنین چیزی وجود نداره، توصیه خاصی به این که انسان بعد از مغرب 2 رکعت نماز بخونه یا 4، غیر از 2 رکعت 4 تا 6 تا 8
تا بخونه عدد خاصی تعیین نشده، ولی مطلقاً وقت وقت مبارکی و انسان ها میتونن در اون وقت نماز نافله مطلق بخونن، هر چقدر دلشون خواست میتونن نماز بخونن. و پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام توصیه کرده اند به کثرت سجود، زیاد سجده کردن یعنی زیاد نماز خوندن. و یکی از وسایل قرب الله هم هست که انسان زیاد سجده کنه، و یکی از اسباب اجابت دعا هم همین هست که انسان زیاد نماز بخونه، و باعث تقرب الله هم می شود کسی که مداومت داشته باشه بر نمازهای نافله. بله خانم مریم بفرمایید. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم. من این سوالی داشتم استاد، اینهایی که میان به بهانه براندازی با حجاب و اسلام مبارزه میکنن و زنان و دختران رو دعوت به سرد حجابی رو میکنن، چیکار باید باهاشون کرد؟ بله فعالیت میکنن. خب بله جواب میدم خدمتون خانم مریم. بله ایشون جواب این دوستمون رو همین اندازه که درس کردم خدمتتون دوست عزیز. و اما بیننده بعدی ما، سلام، آیا جایزه که مادر به بچه دختر خودش شیر بده؟ بله چرا جایز نباشه، ممنوعیتی نیومده. ما در حدیثی نداریم که منع کرده باشه بر این که کسی به دیگری شیر بده، یعنی زنی به بچه شیر بده، حالا بچه خودش یعنی نوه خودش باشه یا هر بچه هر کسی دیگه ای باشه. ولی اگه شیر به کسی داده میشه، این نوشته بشه و ثبت بشه که بعداً برای محرمیت فرزندهای اونها، برای ارتباطی که بین اینها ایجاد میشه، این موضوع آگاهی داشته باشن از این موضوع و این رو بدونند. بیننده عزیزی سوال کردن که میگه من چشم رو جراحی کردم، لیزر کردم و پزشک بهم گفته که نباید، ایشون که میگه گفت که گفته یک هفته نباید آب بزنی به چشات، یعنی به مژه‌هات نباید آب بزنی، نباید آب بره داخل. و حالا من سوالم این هست که در مورد نمازها چگونه وضو بگیرم، آیا اگه چشامو نشورم مژه‌ها آب بهشون نرسه وضوم درست هست یا نه؟ ببینید در مسئله این که بعضی از اعضای وضو، هر وقتی که عضوی از اعضای وضو نتونیم آب استفاده کنیم براش، هر عضوی فرق نمی کنه، حالا مژه ها عضوی از اعضای وضو هستن، چشم وقتی که وضو کسی میخواد بگیره باید حتما چشاشو بشوره و پلکش و مژه ها و اینا همه باید شسته بشه، و بقیه اعضای وضو هم همچنین، دست، پا، خلاصه هر کدوم از اینها اگر مانعی وجود داشته باشه برای استفاده از آب، بیماری خاصی، زخمی و هر چیز دیگری که نتونی آب استفاده کنی، عذر داشته باشی برای استفاده از آب، از چند حالت خارج نیست. اولا من موضوع سوال بیننده رو شرح بدم، بعد اضافه بر اون چیزایی رو هم گفت. سوال ایشون در مورد چشاشون هست، در مورد مژه ها و استفاده از آب هست. در این صورتی که شما نمیتونید آب استفاده کنید، احتمال اینکه آب بره داخل چشتون و متضرر بشید از این، در این صورت شما بقیه اعضای وضو رو، صورتتون رو، جایی که میتونید آب استفاده کنید رو بشورید، بقیه اعضای وضوتون رو هم بشورید، دستتون و مسحسه رو، پاتون رو بشورید. بعد به جای اون عضوی که نشستید، به جای اون بخش از صورتتون که چشاتون رو نشستید، به جای اون تیمم میکنید. تیمم هم این هست که خداوند در قرآن کریم فتیمم سعیدا طیبا، این که تیمم هم یعنی استفاده کردن از غبار خاک. اگه خاک در دسترستون هست، باید کف دستتون روی اون خاک میزنید و صورتتون رو مسح میکنید، بار دوم میزنید و دو تا دستتون رو مسح میکنید، با دست چپتون دست راستتون رو مسح میکنید و با دست راستتون دست چپ رو مسح میکنید. این تیممه.
و با این تیمم میتونید نمازتون رو بخونید و اشکال و ایرادی درش وجود نداره، نمازتون صحیحه. اما بقیه اعضایی که وجود داره اصلا حالت خارج نیست، یا اینکه اون عضوی که نمیتونید آب استفاده کنید یا پوشیده هست یا بازه، یعنی یا اینکه اون رو به وسیله پوشوندید اون بخشی که نمیتونید آب استفاده کنید یا باز هست، یک زخم بازیه. در این صورت اگه نمیتونید آب استفاده کنید، اگه میتونید مسح کنید، یعنی دست خیس روش مسح کنید، یعنی ایراد و اشکالی براتون نداره، از لحاظ سلامتیتون مشکلی براتون ایجاد نمیکنه، پس مسح کنید بعد از اینکه وضوتون رو گرفتید. اون بخشی رو که نمیخواید آب استفاده کنید دستتون رو خیس کنید و مسح کنید. و یا اینکه نه، اصلا باز هست اما نمیتونید آب استفاده کنید، این نمیتونم مسح هم بکنید، در این صورت تیمم میکنید با همون شیوهی که قبلا بهتون گفتم. یا اینکه نه، اون عضو بسته هست، یعنی باند پیچی شده، چسب روش هست یا هرچی، در این صورت مسح میکنید اون بخش رو، اگر قابل این هست که مسح کنید مسح میکنید و تیمم هم لازم نیست و اون بخش هایی که باز رو میشورید اون قسمت رو مسح میکنید. این در رأی اکثریت اهل علم هست، و اما برخی از اهل علم مسح رو هم جایز نمیدونن، بلکه میگن باید تیمم کنید، و در بعضی از مذاهب هم میگه که باید نماز رو هم اعاده کنید، گرچه اعاده کردن دلیلی بر اعادهش وجود نداره، ولی از باب احتیاط اعاده کردن ایراد و اشکالی نداره. سوال بیننده دیگری پرسیدند که آیا استفاده کردن از شیاف برای خانم ها آیا وضو رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ خیلی وقتا هست که به خاطر بعضی از بیماری های زنان استفاده میکنن از شیاف. استفاده از شیاف وضو رو آیا باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ ببینید، دو تا موضوع وجود داره که خیلی خوب هست این رو بدونید. یکی این که مادامی که انسان عضو تناسلیش رو لمس نکنه، بعضی در مذهب امام شافعی میگه اگه لمس کردید عضو تناسلیتون و وضوتون باطله، اما اگه دستکش استفاده میکنید و چیزی استفاده میکنید که لمس پوست صورت نمیگیره، وجود خود این شیاف برخی از اهل علم یا شاید جمهور اهل علم میگن اگر خارج بشه وضو رو باطل، هر چی خارج بشه، ما خرج من السبیلین، میگه یکی از نواقص وضو این هست که هر چیزی که از سبیلین خارج بشه، یعنی از جلو و عقب انسان بیرون بیاد، این وضو رو باطل میکنه. این قول جمهور اهل علم هست. اما قول دیگر این هست که مقصود از اون میان این رو شرح میدن، میگن مقصود ما خرج من السبیلین این هست که مدفوع و ادرار یا هر چیزی که در حکم این دو تاست، مثل کسی که بادی ازش خالی بشه یا هر چیزی که از اون مجرا خالی بشه و حکم این دوتا را داشته باشه، حکم مدفوع و ادرار رو داشته باشه، باطل میکنه. ولی اون چیزی که در مورد زنان هست، مجرای ادرار با مجرای رحم فرق داره و اون افرازاتی هم که وجود داره، ترشحاتی هم که زنان دارن، نه از مجرای ادراره. اگه از مجرای ادرار باشه هم نجسه و هم وضو رو باطل میکنه، ولی اگه از مجرای رحم هست نه نجس هست و نه وضو رو باطل میکنه. این قول دومیش که عرض میکنم خدمتتون. چرا باطل نمیکنه؟ چون ببینید، اینه که امر طبیعی هست، برای زنان در زمان پیامبر علیه السلام به وجود اومده، داشتن این حالت رو مردم، ولی پیامبر به هیچ کدوم از اون زنان توصیه نکرده که وضوشون رو اعاده کنن یا به حالت استحاضه نماز بخونن برای این موضوع. ببینید، زنانی بودن استحاضه داشتن. استحاضه یعنی چی؟ یعنی زنانی که دائما خون دارن و این همیشه دارن، همیشه باشون هست. اومدن سوال کردن از پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام، پیامبرم بهشون فرمود که مدتی رو که مدت عادت ماهانشون هست رو توقف میکنن، بعد از اون مدت دیگه نمازشون رو میخونن و برای هر نمازی هم یک وضو میگیرند. این استحاضه بود. اگه چنین حالتی هم قطعا شیوع داشته، چنین حالتی که افرازات یا ترشحاتی که زنان داشتند، حتما می اومدن سوال میکردن و حتما جوابی رو
دریافت میکردن، اما چنین چیزی وارد نشده، نیومده که پیامبر زنان رو منع کرده باشه از نماز خوندن در اون حالت، یا فرموده باشه که وضوشون رو اعاده کنن. در این صورت این رأی رو بنده هم ترجیح میدم که وضو رو باطل نمیکنه، افرازاتی که از مجرای رحم هست از اونجا میاد در نتیجه باطل نمیکنه و نجس هم نیست. این ترشحات عادی و معمولی هست. سوال بیننده بعدی میگه من توی یه هتلی کار میکنم که در این هتل هم بخشی برای تقریبا چیه عروسی و اینا اختصاص داره و هم در اونجا قطعا آواز میخونن میرقصن و چیزی دیگری که هست این هست که استخر داره که زن و مرد در اونجا هستند و اختلاط وجود داره، و آیا جایزه در اینجا کار کردن یا جایز نیست؟ ببینید، مسلما کارهایی که نام بردی همه این کارها خلاف شرع و حرام هست. اختلاط زن و مرد اون هم به اون صورتی که شما میگید استخر و اینا قطعا حرامه و کار کردن در اونها هم اونجا هم جایز نیست، و اگرم بتونید توصیه و نصیحت کنید به صاحب اون هتل که دست از این کاراش بکشه، خب کار خوبی کردید، وگرنه خودتون رو از اونجا بیارید بیرون و بدون باله جایی باشید که در اونجا رزق حلال بدون دغدغه و بدون شک و شبهه داشته باشید. خداوند فرمود و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. همکاری کنید در تقوا و در کاری که پرهیزگاری و خیر درش هست، و بپرهیزید از این که همکاری نکنید در جایی که گناه هست، در جایی که عدوان و تجاوز به دیگران هست. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، که انسان مؤمن باید حتما به دنبال کسب حلال باشه. شمایی که دارید اونجا کار میکنید در واقع دارید کمک میکنید به صاحب هتل که هتلش رو بگردونه، ولی وقتی که مسلمان ها همه امتناع کنند از این که همکاری کنند در چنین جریاناتی، قطعا اقدام خواهد کرد و جلوی این کار رو خواهد گرفت، راه دیگری رو در پیش خواهد گرفت برای این که امرار، یعنی کسب درآمد کنه. البته برای اونها امرار معاش نیست بلکه کسب درآمده. بیننده عزیز سوال کردن که حکم قدر چی هست؟ قدر خیلی نمیدونن قدر یعنی چی، البته میدونن، حالا در فارسی هم قدار هست، قدر میگن. کلمه قدر یعنی خیانت کردن، یعنی عهد شکنی و پیمان شکنی. خداوند در قرآن کریم فرمود ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله. می‌فرماید که قسم رو بین خودتون قرار ندید که بعداً بعد از این که قسم رو خوردید، عهد رو بستید، برای هم دیگه قسم خوردید، بعد از اون فتزل قدمون بعد ثبوتی ها، پاها می‌لغزد بعد از ثبوت این قسمی که خوردید و نمیتونید بهش عمل کنید. خیلی ها هستن که از همون اول قسم رو پیش می‌کشن که طرف رو قانع کنن که انسانی حتما به تعهداتش وفادار خواهد بود. حالا تصورتون نره سراغ این که فقط تعهدات مالیه یا فقط تعهدات اخلاقیه. ببینید، خداوند در قرآن کریم فرمودن ولقد عهدنا الى بنی آدم، یا فرمود ولقد عهدنا الى آدم فنسی ولم نجد له عزما. آدم وقتی که خداوند عهد داد به خدا آدم، ببینید این عهد نوشته که نبوده، عهد داد به خداوند، پیمان داد که از اون درخت نخواهد خورد، ولی عهدش رو شکست و به خاطر همین خداوند رو معاقبه کرد و از بهشت بیرون راند. و در روایتی هم که هست خلاصه در زمین بسیار سرگردان بودن و اینگونه نبود که خیلی امر راحتی باشه و فقط خب خوشی بهشت رو از دست داده باشن، قطعا مشکلات بسیار زیادی بوده. وفای به عهد، ببینید به هر کسی عهدی بستی باید به اون عهدت وفا کنی، مگر اینکه اون عهدی که بستی در ظلم و ستم باشه،
مگه اون عهدی که بستی در تجاوز و گناه و معصیت باشه؟ اگه با کسی عهد بستی گناهی بکنی، اون گناه رو، اون عهد رو باید بشکنی و کفاره قسم بدی. اگر با کسی پیمانی بستی که کار ناشایستی بکنی، باید اون رو بشکنی و نباید اون عمل کنی. اما اگه عهد بستی کار نیکی رو انجام بدی، اگه قرار هست که تعهداتی رو به هم دادید، قسم خوردید، مخصوصا اینکه فرمود ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، شما قسم رو بین خودتون قرار ندید برای اینکه هم دیگر رو گول بدید. 100 تا قسم برای طرف مقابل میخوری برای اینکه قانعش کنی که تو آدم خوبی هستی، انسان با وفایی هستی، انسانی هستی. حالا حتی در مسائل زناشویی، حتی در مسائلی که بین زن و مرد هست، 100 قسم میخوره که وفاداره، بعد از اون میاد و خیانت میکنه. این عقوبت بسیار سختی داره، هم در دنیا عقوبت داره هم در آخرت. این گونه نیست که فکر کنید که حرف میزنید. باید حتما انسان قبل از اینکه هر عهدی رو بده، هر پیمانی رو بده به هر کسی، باید حتما روش فکر کنه. بعد از اون اگر روی قضیه قسم خوردید، مادامی که بر بر و تقوا هست، یعنی اون چیزی که براش عهد بستید درست و خیره، باید بهش عمل کنید. اگه شر، نباید بهش عمل کنید، باید حتما بشکنید اون رو. اگه باطله، اگه فساده، اگه فحشاست، اگه ظلمه، اگه ستمه، چند نفر عهد بستن و قسم میخورن برای هم دیگه برن خونی دیگری رو غارت کنن، خب اینو نباید بهش عمل کنید، عهد باطله. خب پیامبر فرمود اگه کسی از شما نذر کرد که خدا رو اطاعت کنه، پس به نذرش باید وفا کنه. اما اگه نذر کرد که گناه کنه، نباید بهش عمل کنه، بلکه کفاره قسم بده. و به همین علت موضوع وفای به عهد، ما خیلی آیات زیادی هم داریم در بحث وفای به عهد که وجود داره. فرمود و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. این آیه خیلی آیه مهمیه. تمام کسانی که چه در تجارت، چه در هر نوع از انواع تعهداتی که برای خودتون درست میکنید، باید حتما این رو خوب دقت کنید. چون کسی که میاد کارمند یه شرکتی میشه، قراردادی که امضا میکنه اون تعهده. زن و شوهری که ازدواج میکنن با هم دیگه، اون عقد ازدواج تعهده. و شرکایی که با هم شریک میشن، انسانهایی که با هم هر وعده خیری میذارن، هر عهده خیری میذارن و برش تعهد میدن، مخصوصا برش قسم میخورن و تأکید میکنند. و اینه که خدا فرمود اوفو بعهد الله اذا عاهدتم، وقتی که عهد بستید وفا کنید به اون. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بعد اینکه تأکید کردید روی این عهدتون، تأکید کردید برای هم دیگه که این رو قسم خوردید، تأکید کردید، شاهد گرفتید، و بعد از اون شما خدا رو کفیل خود قرار دادید بر این، یعنی بر شما خداوند آگاه بر این کاری که شما کردید و متکفل شما شده با این کاری که شما، این قسمی که خوردید، پس به اون وفا کنید. خب میرم سراغ سوال دیگری، بیشتر از این صحبت نکنم در این باب. خب پیام داده که از دوستان پیامش رو حذف کرده. بیننده عزیز و سلام، چرا این کلیپ ها رو در اینستاگرام نمیذارید؟ خواهش مندم همون کلیپ ها رو در اینستاگرام هم بذارید. حالا من نمیدونم کدوم کلیپ ها رو میگه، شاید کلیپ های دیگری بوده. بله، پیام صوتی فرستادن، سلام گفته. و علیکم السلام. بیننده عزیزی گفته سلام علیکم، آیا خوندن سوره کهف هر جمعه خواندن سنت یا نه؟ با اینکه کسی هر جمعه بخواند، از این جمعه تا جمعه بعد برایش نوری قرار داده می شود، درسته یا نه؟ چون گفته میشه خواندنش هر جمعه از امر پیامبر ثابت نیست.
ببینید، اولا ثابت نیست این که هر جمعه پیامبر این رو خونده باشه، ولی پیامبر فرموده است که خوندن سوره کهف این نوری است بین دو تا جمعه رو براش روشن میکنه. ولی این که پیامبر اون رو مرتب خونده باشه، این که هر جمعه اون رو خونده باشه، بله حرف شما درسته، وارد نشده و ثابت نیست. بله خب، یکی از بینندگان سوال کرده که گفته حکم خریدن کالا با وسیله کردیت کارت چه حکمی داره؟ ببینید، خرید با کردیت کارتی که در حد در سقفی که شما اجازه دارید و در مدتی که بهتون اجازه میده بانکتون، بدون اضافه شدن بهره روی اون، ایراد و اشکالی نداره. ولی اگر شما نتونید به اندازه اون کالایی که میخرید پول ندارید توی حسابتون و مدتی هم که براتون تعیین کرده بانک بعد از اون دیگه ازتون سود میگیره، اگر این مدت رو رعایت نکنید قطعا وارد ربا میشید، ولی اگر مدت رو رعایت کردید سودی از شما گرفته نمیشود. یک قضیه دیگری که به این متعلق است و اونم این که بعضیا خرید میکنن کریدیت کارت، از طریق کریدیت کارت است، ولی حالا این رو بعد تماس بیننده جواب میدم. بله آقای محمود بفرمایید. خسته نباشیم. ممنونم، بفرمایید. من میخواستم بدونم که توی حکم این که سالن‌های ورزشی یا مثلا زمین‌های فوتبال، آیا اشکال نداره که خانم ها هم برن اونجا حضور داشته باشن، مثل سالن‌های کشتی، مسابقات کشتی مردها رو نگاه کنن، یا مثلا ورزشگاه فوتبال خانم ها تو ورزشگاه باشن برن مسابقات رو تماشا کنن؟ بله جواب میدم خدمتتون آقای محمود. بله، حکم کریدیت کارت، اگر خریدی که انجام میدید، ببینید خدماتی رو که بانک ها در اختیار شما قرار میدن، اینکه بانک کالای رو برای شما بخره، بعد از شما به شکل قسطی پرداخت کنید به بانک، حالا از طریق کریدیت کارت باشه یا دیبیت کارت باشه هیچ فرقی نمیکنه. خب تفاوتش در این هست که در کریدیت بانک پول رو میده، در دیبیت خودتون پول میدید. اینه که یا برید بانک، به بانک بگید که من میخوام این کالا رو بخرم، این ماشین رو بخرم، بانک هم بیاد این کالا رو بخره برای شما و تحویل شما بده. در این صورت بانک برای خودش خریده و به شما فروخته و اون رو قسط بندی کرده، ایراد نداره. اما اگه نه، بگه پول بهت میدم برو بخر، همونطوری که در طریق کریدیت کارت شما این کارو میکنید، که در کریدیت بانک پول رو میده شما میخرید. در این صورت اگه سودی روش بیاد ربا هست، ولی در صورت دیگه اگه بانک خودش خریداری کنه این رو، بعد این رو به شما بفروشه به قسطی، به اقساط مختلف پس بدید، ایراد و اشکالی نداره اگر مقداری هم روی این اقساط اضافه میکنند. سوال بیننده دیگر این هست، میگه سوال این بیننده این هست که میگه عمر من، میگه 55 سال عمرم هست و میخوام ازدواج کنم، ریشم سفیده و میخوام اینا رو رنگ کنم، آیا اگر رنگ مشکی بکنم و رنگ سیاه که جوون نشون داده بشم، آیا این غش، این فریب دادن هست یا نه؟ بله مسلما باید حتما بدونن که رنگ کردید، حتی اگرم رنگ کردی باید بدونن که رنگ کردی، باید واقعیت خودتو بگی، باید عمرتون رو باید بدونن، باید شکل واقعی شما رو بدونن، باید آگاهی کامل داشته باشن، شناخت کافی وجود داشته باشه، نباید چیزی رو از هم دیگه پنهان کنید که متعلق به تأثیر میذاره روی زندگی طرف مقابل. در این صورت باید حتما حقیقت رو بگید و واقعیت رو بگید، و الا کلاهبرداری و فریب دادن دیگران و در آینده زندگیتون مسلما تاثیر خواهد داشت. بله. آقای میثم بفرمایید. سلام جناب استاد، خسته نباشید. و رحمت الله، ممنونم، بفرمایید. جناب استاد، ببینم خودکشی میتونم اشکال داره در اسلام، ولی اینی که اگر آدم به دنبال یک هدف والایی باشه، مثلا برای یک شرکت در کنکور، در امتحانات
به یه شکستی میخوره و طرف مشکل روحی روانی داشته و خودکشی میکنه، خودسوزی میکنه، یا مثلا برای مسابقه فوتبال یه مشکل روحی روانی پیدا میکنه و خودسوزی میکنه، آیا این بنده خدا از طرف خدا گناهکار حساب میشه و این کار اشکال داره یا نه؟ خیلی ممنون میشم. ممنونم هستم از تو. خب من چند تا سوال رو جواب بدم که یکی خانم مریم در مورد اینکه کسایی که دارن دعوت به بی‌حجابی میدن آیا کارشون درسته؟ مسلماً کسانی که دارن دعوت به هر معصیت و گناهی که میدن، دعوت به هر معصیت و گناهی که میدن، مخصوصاً این روزها گناهان بزرگی هستن که آخوندا بهش دعوت میدن، آخوندایی که امروز دارن سر منبر میرن و شب و روز دروغ تحویل مردم میدن. من ندیدم هیچ قومی دروغگوتر از اینها که شب و روز روی منبر دروغ تحویل مردم میدن و دروغهاشون هم برای درست کردن خدایان متعدد که تقدسهای عجیب و غریب بهشون میدن. و بزرگترین گناه، این رو خوب بدونید، بزرگترین گناه دروغ بستن به خداست. کسی که داره به اسم خدا، با نام خدا داره دروغ میگه، بزرگترین گناه رو مرتکب شده. کسایی که دارن دعوت به بدعت و خرافات میدن بزرگترین گناه رو کردن. کسایی که دارن دعوت به فساد و فحشا میکنن، کسانی که دارن دعوت به ظلم و ستم میکنن، کسایی که دارن دعوت به خلاصه هر چیزی که خلاف دین و عقل و وجدان آدمی هست، همه اینها گناهان بزرگی هست. و مخصوصا هم دعوت دادن به بی‌حجابی، بله قطعا گناه بسیار بزرگیه، گناه بسیار بزرگیه و باید حتما انسان آگاه باشه اهداف چه اهدافی پشت این جریان است. ولی قبل از اینکه تنها به این بدحجابی و بی‌حجابی بپردازیم، گناهان بزرگی وجود داره در جامعه ما که آخوندا بهش دعوت میدن. مواظب باشید فریب آخوندا رو نخورید که شما را دعوت بدن به تقدس سازی و روایت های دروغین و جعلی، اونم همش فقط میخوان افرادی رو بزرگ کنن. حتی از اونم گذشته که بگیم بخوان اهل بیت رو بزرگ کنن، میان افراد دیگر رو، اینه که آیت الله فلان و آیت الله فلان و کرامات درست کردن و خرافات ساختن و درست کردن، اینکه مردم رو بیان شخص پرستی کنند. همه اینها گناهان بزرگی هم و دعوت به بی‌حجابی هم گناه بسیار بزرگیه. و اگه کسی هدفش این باشه که اونایی که دارن دین خدا رو تحریف میکنن، اگه هدفشون آگاهانه باشه که مبارزه با دین میکنن، قطعا بدانن که از دین خارجن. اونی که بخواد دعوت به بی‌حجابی بده برای اینکه بخواد مخالفت کنه با خدا، قطعا در صف کفر قرار میگیره و مسلمان نیست. اون کسی که دعوت بده به بی‌نمازی، فقط هدفش این باشه با خدا و قرآن مخالفت کنه، مسلمان نیست. اما اگر کسایی که این کارو میکنن، دعوت میدن به حجابی چون فکر میکنن، چون فهمشون غلطه، این گونه فکر کردن که این رو آخوندا ایجاد کردن نه اسلام، میگن اسلام نیاورده، آخوندا این رو ایجاد کردن، اگه چنین فکری رو دارن مسلمانن اما گناهکار، گناه بزرگی مرتکب میشن که ناآگاهانه و جاهلانه چیزی رو که خدا دستور داده رو نسبت میدن به آخوند. پس باید مواظب بود. آقای محمود گفتن که حکم سالن‌های ورزشی و خلاصه دعوت زنان و حضور زنان در اینجا. ببینید، حضور این که اختلاط بین زن و مرد در باشگاه‌ها و در جاهای عمومی این گونه که ازدحام زیادی درش هست، بله این اختلاط شرعاً جایز نیست. اما اینکه جای اختصاصی برای خانم‌ها وجود داشته باشه، جدا از آقایان وجود داشته باشه که بخوان مسابقه رو نگاه کنن، دلیلی بر ممنوعیتش نیست. اگه ممنوعیتی وجود داره، به خاطر عوامل دیگری باید باشه، نه به خاطر حضور در ورزشگاه‌ها و نگاه کردن به مثلا بازی فوتبال یا هر چیزی دیگری. این رو که عرض می‌کنم، هستند کسانی از اهل علم که این رو هم جایز نمیدونن، ولی خب ما روایت داریم در زمان پیامبر علیه السلام بودند کسانی که ورزش های را می کردند و پیامبرم نگاه می کرد و ام المؤمنین عایشه هم باز در پشت پیامبر ایستاده بودند و از روشونه پیامبر بازی رو داشتن نگاه می کردند. و ممنوعیتی نیست مگر اینکه
در اونجا محظورات دیگری اتفاق بیفته، در اونجا اختلاط صورت بگیره، در اونجا مشکلات دیگری ایجاد بشه، اون به خاطر اون مشکلات موضوع دیگریه که حکم خاص خودش رو داره، باید هر چیزی رو در جای خودش دید و در موقع خودش بهش حکم داد. آقای میثم گفتن حکم خودکشی چی هست مثلا برای کسانی که مشکل روانی دارن. ببینید وقتی کسی مشکل روانی داره این یه حالت خاصه، ولی به شکل عموم بنده عرض میکنم خودکشی یک گناهه، گناه کبیره است، گناه کبیره است خودکشی. مثل اینکه کسی رو بکشی، خودت رو هم بکشی همچنین هست، تفاوتی بین این دوتا نیست، مگه اینکه کسی اعتراض کنه به امر خداوند، بخواد به اعتراض به امر خداوند این کارو بکنه، اون دیگه حکم دیگه ای داره. ولی خودکشی گناه کبیره است، مثل بقیه گناهان دیگه ای کبیره هستن. خب البته خب کشتن انسان ها از همه گناهان بالاتر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگه انسان یک نفسی رو بکشه مثل اینکه تمام انسان ها رو کشته، اینقدر گناهش بزرگه. خودکشی گناه بزرگی در هر حال، این یک نقطه. نقطه دوم، اما اگه کسی بیمار هست، بیمار روانی هست و از شدت این بیماریش نمیتونه، دست به خودکشی میزنه، خودشو میسوزونه، خودشو آتیش میزنه، به هر علتی، اگه انسانی کنترل خودشو از دست داده و به خاطر غلبه بیماری نمیتونه خودشو کنترل کنه، این شخص دیگه مرفوع القلم هست. ببینید انسان تا کجا مکلفه، اینکه خداوند چگونه با اینا تعامل میکنه این برمیگرده به خداوند. کسی نمیتونه بگه که خدا با اون انسان چیکار کرد و چگونه در روز قیامت باهاش برخورد خواهد کرد، چه بسا خداوند در دل اون آگاه است، میدونه که مستحق بخشیدن و اون رو میبخشه. ولی ما حکم ظاهر دنیا رو میکنیم. حکم ظاهر دنیا این هست، اگه طرف بیمار مشکل روانی داره و باعث شده که نتونه خودش رو کنترل کنه و دست به خودکشی بزنه، مرفوع القلم هست، هیچی درش نیست، مونده بین خودش و خدای خودش. ما در دنیا این گونه باید نگاهش کنیم. اگر نه این گونه هم نیست، انسانی کاملا سالمه ولی به خاطر فشار زندگی یا هر علت دیگری دست به خودکشی میزنه، مرتکب گناه کبیره و گناه بسیار بزرگی شده، کافر نشده. بله آقای محمود بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلام و رحمت الله، ممنونم، بفرمایید. استاد خدمت شما هستم. در این فضای مجازی مثل اینستاگرام یه سری از این سلبریتی ها خدمت شما نبرید آقای محمود. آقای محمود، آقای محمود اسم نبرید، سوال شرعیتون رو مطرح کنید. همین اسم نبرم یه تبلیغ نگهداری حیوان میکنم مثل سگ، گربه و تجملات زندگی غربی. میخواستم ببینم که از نظر اسلام آیا نگهداری سگ به صورت اینکه توی خونه زندگی باشه ایراد داره یا نه، و چرا اینا که این کارا رو میکنن از نظر اسلام حکم اینا چه، این افرادی که این زندگی ها رو تبلیغ میکنن؟ بله جواب میدم خدمتتون آقای محمود. در مورد خودکشی داشتم صحبت میکردم که عرض کردم اونی که به خاطر فشار روانی مرتکب این کار میشه در دنیا مرفوع القلم هست، گناهی نداره، مثل هر انسان دیگری که ببینید وقتی که عقل انسان رفت، کسی که عقلش نباشه سر جاش، کسی که به خاطر بیماری روانی کنترل رو از دست بده، کنترل خودش رو، کنترل رفتارش رو، کنترل تصرفاتش رو از دست بده، تکلیفی نداره، چون بیماره و نمیتونه کار دیگری نمیتونه انجام بده و بر اثر فشار بیماری انجام داده، گناهی هم نداره. این در دنیا هست. در قیامت هم خدا خودش آگاه به حال آدم ها و خوب میدونه که این انسان از روی چه چیزی انجام داده. ما ظاهر رو میبینیم، خدا ظاهر و باطن و همه اینها رو میبینه، چه بسا خداوند اون رو ببخشه و وارد بهشت هم بکنه، ما نمیتونیم حکم به اون بکنیم، ولی ظاهرش این هست که گناه کبیره و گناه بزرگیه. آقای محمود گفتن که نگهداری حیوان، گفت سگ و اینا در بعضی از این مواقع تواصل اجتماعی فضای مجازی تبلیغش میشه. ابتدا ببینید وقتی که گفته میشه بعضی تصور عجیبی دارن در مورد اینکه
فکر میکنن خلاصه فکر تصور عجیبی در مورد مخصوصا سگ دارن. ببینید خداوند در قرآن کریم در یه جاهایی سگ در جایی قرار گرفته جای خوبیه و زمانی که سگ شکاریه، سگی که آموزش دیده برای این کار چیز خوبیه، در قرآن کریم اومده. زمان همراه گله چیز خوبیه، همراه اصحاب کهف بودن باز هم چیز بدی ازش بحث نشده. جایی که میمونه این هست که اولا سگ اگه به اغراض و فوائدی درش هست به خاطر اون کارها باشه، سگ راهنما هست، سگ نگهبانه، سگ حالا کسی که راه رو، یعنی کسی که نابینا هست نیاز داره کسی راه رو نشونش بده. امروزا خیلی هستن که سگاشون همراهشونه و باعث میشه که راه رو نشونشون میدن. همراه گله هست، سگ گله، سگ شکاری هست، اینا هیچ کدومش ایراد و اشکالی نداره. نگهداریشون هم توی جایی که مخصوص نگهداریشون توی حیات و خونه یه گوشهی براشون اختصاص میدن ایراد و اشکالی درش نیست به هیچ وجه و میتونید از این سگ ها استفاده کنید. اما اینکه کسی اون رو میاره توی خونه خودش بغلش میکنه مثل اون هنرپیشه داره مرتب سر و صورتش رو لیس میزنه، این در نزد جمهور اهل علم اولا زبان و لعاب سگ نجسه، نزد جمهور اهل علم این هست. اما در نزد امام مالک سگ رو نه نجس میدونن نه لعابش هم نجس میدونن و برای این هم دلیل دارن، گرچه الان این برنامه جای اون نیست که من همه رو توضیح بدم، ولی امام مالک سگ رو نجس نمیدونه، لعابش رو هم نجس نمیدونه، بلکه در حدیثی هم که اومده که میفرماید 7 بار بشورید 1 بار با خاک بشورید، میگه یک امر تعبدیه، یک امر تعبدی هست، نه اینکه امر چی باشه، امر به خاطر نجاست باشه. حالا به هر حال اون رأیشون هست، ولی رأی جمهور اهل علم، یعنی اکثریت علما، میگن که لعاب سگ نجسه، دهانش نجسه، اما بقیه بدن سگ بعضی ها میگن که در اهل علم، نزد اهل علم که میگن بله موهاش هم نجسه، بعضی میگن که اگه خیس باشه نجسه. عمدتا بحث از نجاست سگ است، بحث از این نیست که سگ موجود پلید و یک موجود فلان و الان هست، نه، بحث نجاستش هست. یعنی شما اگر سگ زبون زد به لباستون با اون لباس نمیتونید نماز بخونید، اگر در ظرفی دهن کرد توی یه ظرفی شما از اون ظرف نمیتونید استفاده بکنید، باید بشوریش بعدن استفاده کنید. تو کل موضوع همین است. اما نگهداری سگ توی خونه شرعاً بدون اون اهدافی که عرض کردم، همونطوری برای تجملات و برای نگهداری این گونه شرعاً جایز نیست، ولی گربه و بقیه حیوانات دیگه هیچ ممنوعیتی درش وارد نشده. چه گربه یا هر حیوان دیگری رو که نگهداری کنید ممنوعیتش نیست، مگر اینکه اون حیوان ضرری برای شما ایجاد بکنه و مضر باشه. دفع ضرر واجبه، از الضرر و یزال، پیامبر فرمود ضرر رو باید دفع کرد و نباید پذیرفت که ضرری وجود داشته باشه، قبول کرد که ضرری در خونتون بیاد یا در جسمتون. سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم. من یه گناهی کردم که بعد از چند روز پسرم ماشین زد از دنیا رفت، آیا به خاطر گناه من اینجوری شد یا نه؟ ممنونم، خدا خیرتون بده. ببینید خداوند میخواد که انسان ها رو متوجه اشتباهاشون بکنه، ولی این گونه نیست که شما فکر کنید هر اتفاقی در زندگیتون افتاد به خاطر اینه که شما گناهی کردید، ولی میتونه اینطوری هم باشه. خداوند بخواد که بستگی به گناه شما، بستگی به کار شما داره، ولی خوب انسان درس عبرت بگیره، خوب درس عبرت بگیره، ولی این گونه نیست. اجل ایشون رسیده و عمر ایشون تموم شده، اما خوبه ما درس عبرت بگیریم. بعضی مواقع است که مشکلاتی که برای انسان پیش میاد آثار تأثیر گناهان است که خودمون انجام میدیم، و فکر کنم فضیل ابن عیاض میگه من
آثار گناهی رو که می کردم این اثر رو در رفتار زنم و در رفتار اسبم می دیدم. یعنی وقتی که روزی که مرتکب گناهی می شدم می دیدم رفتار اونها عوض شده، نه زنه حرفم رو گوش می ده، نه اسبم اجازه می ده به من سواری می ده که ازش استفاده کنم. به هر حال انسان این کاری به ذات داستان و قصه ندارم، ولی اینکه انسان اینقدر دقیق باشه و خودش رو خوب بشناسه، ببینه خداوند کجاها ازش ناراحته و کجاها مرتکب اشتباه و خطا شده و کجاها معاقبه شده و مرده معاقبه قرار گرفته خوبه. بعضی از اهل علم میگن به خاطر کلمه 40 سال لذت نماز ازم گرفته شد، به خاطر کلمه ای که گفتن 40 سال لذت عبادت رو از دست داده چون حرف ناحقی زده. بله آیا احمد بفرمایید. خسته نباشید. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. قطع شد. اگه دوباره تماس بگیرید ممنون میشم. به هر حال ببینید کسی نمیتونه به شما بگه قطعا این کار به خاطر گناه شما بوده، این رو خدا میدونه و خودتون خوبه این رو چه احساسی دارید نسبت به این قضیه. ولی عمر ایشون به دنیا نبوده، عمرشون تموم شده، اجلشون سر رسیده، شما چون اون گناه رو میکردید چون اون گناه رو نمیکردید اجل اونها اون ایشون سر رسیده بود. ولی نقطه ای که وجود داره خیلی مواقع است که ما به خاطر کرده های بدمون باعث میشیم که از نعمت های زیادی محروم بشیم. خدا در علمش بوده، میدونسته که شما این رفتار رو میکنید، این گناه رو میکنید، چه بسا تأثیر اون بوده و به خاطر گناهی کردیم محروم شدیم از نعمتی. این قطعی هست که حالا خیلی وقت هاست که ما نمیدونیم از کدوم نعمت محروم شدیم. حالا شما میگید فرزندتو از دست دادی، ولی خیلی مواقع است که ما گناهی رو میکنیم ولی نمیدونیم چه نعمتی رو از دست دادیم، اون هم به خاطر غفلتی است که درش هستیم. اینکه آرامش رو از دست بدی این از عقوبت گناهه، اینکه دعا نتونی بکنی از عقوبت گناهه، اینکه نتونی، اینکه دچار غرور و کبر بشی، بابی از ابواب گناه برود باز بشه، این از عقوبت اون گناهی که کردی. اینکه تنگناهای مختلف زندگی برات پیش میاد میتونه عقوبت اون گناه باشه و خیلی موارد دیگری که وجود داره، یا از دست دادن فرصت‌های خوب. خیلی مواقع است که ما چون گناهی رو کردیم فرصت‌های خوبی رو از دست میدیم. چون اون فرصت خوب رو از دست دادیم باید بدونیم این عقوبت اون گناهه. و موارد بسیار زیاد دیگری هم هست که میتونه هر کدوم از اونها جای بحث و حرف زدن باشه. ولی به هر حال عمر فرزندتون به دنیا نبوده، خدا رحمتش کنه و جنت رو نصیبش کنه، به شما هم صبر بده. میگه بعضی از علمای شیعه معتقدند که سگ 10 صفاتش از صفات انبیاست، پس چرا این سوال؟ من و امثال من اهل علم نیستیم، ولی بر چه اساس بعضی ها با یک مشکل یا یک مشکل دارن ولی کارهایی که خداوند آیه سری نازل کرده و مردم به حذر داشته مردم رو بر حذر داشته ولی با حرف خداوند هیچ اعتنایی ندارن؟ منظورم بعضی ها بدون دلیل قاطع درباره سگ خیلی تبلیغات مفرطی رو نسبت به سگ اعلام میکنن. خدا در قرآن کریم سری گفتند فلا تطعم الله احدا، آیات سریح دلالتی رو نازل کرده که ما از شرک اجتناب کنیم، ولی متاسفانه بعضی ها این آیات رو قبول ندارن. خب ظاهرا دو تا سواله بیشتره. ببینید این که میگن این اهانت به انبیاست. ببینید در تمام حیوانات صفات خوبی وجود داره و در خیلی از آدم هم صفات بدی وجود داره، و اما اینکه بزرگ کردن بعضی از قضایا در جامعه ایران، این همه فساد و ظلم میکنن، یک قضیه کوچیکی رو اینقدر بزرگ میکنن که تابو بشه و مردم هم برای تابو شکنی وارد بشن و کارهایی رو انجام بدن. قضیه سگ اینقدر قضیه قابل اهمیت نیست و نباید بسن وقت بون اختصاص داد و پرداد. نهایتش این عرض کردم که اگر مذهب امام مالک میگه که نه نجسه و نه لعابش هم نجسه نه خودش هم نجسه، و دلیل هم براش داره و دلیلش هم بسیار قوی هست، گرچه رأی جمهور راجح هست، ولی
برحال بدون دلیل و مدرک نیست. اگه فرصتی بود یه روز دیگری اون رو توضیح خواهم داد اگر نیاز بود. اما بخش از سوالشون میگه چرا بدون، منظورم بعضیا بدون دلیل قاطع درباره، خب بر حرف درستی هم میزنن. ایشون بعد میفرماید که فلا تدع مع الله احد، آیات صریح است. درسته، این حرف درسته. در مورد قضایی که اینقدر هیچ بحثی نیومده، بزرگش میکنن، میپردازن به جامعه ایران رو، آخوندها رو خیلی گیر دادن به اینکه تقریبا تبدیلش کردن به یک قضیه بزرگ. پلیس میفرستن مردم رو اذیت کنه، پلیس رو یا همون اسمش چیه، گشت ارشاد چی، جلو مردم رو میگیره که هر کسی سگ داره مزاحمتی براش ایجاد میکنه و مشکلاتی براش ایجاد میکنه. اما در مقابل شرک وجود داره، آخوندها روی منبر، روزخونها، چقدر شما مداح دارید، مداحی که شب و روز داره به خدا و به پیامبر و به دین و به اسلام اهانت میکنه. این خیلی خطرناکه. ببینید آیات صریح رو به قول این دوستمون کنار میذارید اما میری سراغ یه قضیه ای که جای بحث داره و جای حرف. بله به من میگن 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب این دوستمون که سوال کرده بود که در مورد رنگ کردن مو، و اولا رنگ کردن مو شرعاً جایزه، ولی اگه کسی میخواد این کار رو انجام بده برای فریب دیگران، میخواد ازدواج کنه، بخواد خودش رو زیبا جلوه بده، تفاوتی هم نمی کنه. در مورد زنان هم همینطوره. یه زنی که رنگ پوستش، مثال عرض میکنم، حالا تیره هست، بره با یه مشت دارو اینا خودش رو سفید نشون بده. یک زنی که رنگش نمیدونم روشنه، بخواد خودش رو برونزی کنه و یه شیوه دیگری نشون بده. کسی که میخواد کلا سر دیگران بذاره، در هر حال فریب دادن دیگران ممنوعه. فریب دادن دیگران ممنوعه به هر شیوه. در تعاملات این ممنوع هست، در هر کار دیگری ممنوع است. حضرت عمر رضی الله عنه به شدت با هر کاری که درش فریب بود برخورد میکرد. حتی اگه کسی داشت نماز میخوند ولی در نمازش یه جوری خودش رو وانمود میکرد، یه هیئت و حالتی به خودش میگیره که بگه خشوع دارم و گذر کرده که یکی داشت نماز میخوند و حالتی خلاصه خودش رو کج کرده بود، یه حالتی گفت که موت دیننا، گفت که دین ما رو مراندید، کشتید دین رو. این شکل قیافه گرفتن ها و این باش به شدت برخورد. درست بیست، نماز میخونی درست نماز بخون، چرا میخوای وانمود کنی که خشوع داره؟ خشوع اگه باشه خودش پیدا میشه، نمیخواد که ادعای خشوع بکنید. و در مورد قضایای دیگری هم همچنین بود، به شدت با این قضیه برخورد میکرد. کسی بخواد دیگری رو فریب بده و کلا سر دیگری بذاره، کلا سر جامعه بذاره، در نتیجه عرض میکنم که هر ظاهر سازی، هر مثل امروز که اونایی که وسط پیشانیشون رو داغ میکنن، سیاه میکنن، کسی بگه این اثر سجود هست، و مثل آقای ریشری هم وسط فرق سرش رو چیز کرده، ظاهرن اشتباهی پیش اومده براش، خیلی بالاتر از اون جایی که باید بذاره جای سجده سیاه شده، این اینا فریب جامعه است. میخواد بگه که من انسان با تقوا و نماز خون و نماز شبم فوت نمیشه و خودم اینجوری هستم، و هدف اصلی هم فریب دادن اذهان دیگران و در واقع استفاده کردن از این نام و از این شکل هست برای خود و فریب افکار عمومی و جامعه و انسانهایی که اعتقاد و باوری دارند به این قضایا. وقت برنامه تموم شده، تا روز دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين